هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه 12 دسامبر برابر با 21 آذر ماه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها، که مباحثی پیرامون سیاستمدار حرفه‌ای و تفننی برگرفته از سخنرانی آقای ماکس وبر در سال 1918 رو خدمت شما ارائه می‌کنیم. به ویژگی‌های هر کدام از این سیاستمدار حرفه‌ای می‌پردازیم، پیرامونش آن بحث‌هایی که به خصوص مربوط به جامعه ما هست و خود ما نگاهی می‌اندازیم تا بتونیم یک بار این باورهایی که در ذهنمون هست رو مورد بازشناسی قرار بدیم. رسیدیم به بحث استبداد که پیرامون آن مؤلفه استبداد در یونان صحبت کردیم، بحث‌های پیرامون قرارداد اجتماعی رو مطرح کردیم و اینکه نگاه کردیم آن دیدگاهی که آقای توماس پین ارائه کرد مبنی بر اینکه وقتی ما به سرسلسله های پادشاهی نگاه میکنیم با افرادی روبرو هستیم که اینها با غلبه، زور و خشونت قدرت رو تصاحب کردن و نه با توافق مردم، و خواستیم ببینیم آیا این دیدگاهی که آقای توماس پین ارائه کرد مبتنی بر واقعیت های تاریخی هست یا خیر. خب پیرامون اون کمی سخن گفتیم، بس نیمه تمام مان. ادامه این بحث رو در این جلسه و احتمالاً برنامه‌های آینده خواهیم داشت. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، خب یک گریزی خواهیم داشت به بحث گذشته ما و اون اینکه ما استفاده کردیم از دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفانی مثل دیوید هیوم و نشان دادیم که او هم معتقد هست که اساساً ریشه پذیرش مشروعیت، چون بحث ما در مورد سیاستمدار حرفه‌ای و تفننی بر اساس صلاحیت و شایستگی بود، یعنی یک سیاستمدار حرفه‌ای در هر مقامی که قرار می‌گیره اساس کسب اون مقام باید لیاقت، توانایی و شایستگی باشه. خب در گذشته ما کسانی رو داشتیم که بر اساس برخی مناسبت‌های دیگر قدرت رو کسب کردن، نه الزاماً به معنای شایستگی و توانایی اداره جامعه. بنابراین دیوید هیوم هم معتقد همانند توماس پین که بله، در میان انسان‌های اولیه بحث قرارداد اجتماعی محلی از اعراب نداره، اونها توانایی این رو ندارن که اساساً اجتماع رو با یک قرارداد اجتماعی به مثابه آنچه که ما در دموکراسی ها میبینیم توافق بکنن و بگن آقا ما در انتخابات لیاقت، توانایی و شایستگی یک شخص رو تشخیص میدیم و لذا او رو انتخاب میکنیم. بنابراین مناسبات جامعه اولیه بر اساس خشونت بوده، غلبه بوده و زور، یعنی اگر قبیله قدرت داشته برای منافع خودش، حالا یا کسب مراتع و چراگاه ها بوده، کسب مراتع آبی بوده، منابع زیرزمینی بوده و یا استفاده از نیروی کار، بردگان، گروه های مختلف، سعی کرده اونها رو به انقیاد خودش در بیاره، یا اگر گروهی دامدار بودن سعی کردن دام و طیور اونها رو به تملک در بیارن. پس بنابراین مسئله برمیگرده به یک نوع روابط بین زور و خشونت، و لذا وقتی کسی حکومت رو به دست میگرفت، حالا در مقام شاه، شاهنشاه، پادشاه، خلیفه، اساسا مناسبات او با این مردم ممالک مفتوحه بر اساس زور و غلبه بوده. و اشاره کردیم که کلمه استبداد یا دیسپوتیسم برگرفته از دیسپوتس به معنای ارباب و بنده هست و یونانیان آن زمان هخامنشیان رو نمونه یک حکومت استبدادی می دیدن که مردم در ذیل یک حکومتی دارن زندگی می کنن که مناسباتش با اونها مناسبات ارباب بندگی است
حالا نه به شکل عینی اون که مثلا در زندگی شخصی وجود داشت، چون یونانیان هم بردگی داشتن، بردگان در یونان هم وجود داشتن، در آتن، در اسپارت، در مناطق مختلف بردگان هم حضور داشتن که اتفاقا از حقوق شهروندی بی بهره بودن. اما اونها اشاره میکردن که حکومتی که مثلا در ایران هست اساسش بر ارباب و بردگی است، یعنی همه چیز مردم در اصل برای پادشاه است، یعنی اگر اراده بکنه میتونه اونها رو بگیره، چه جان مردم رو چه مال مردم رو، و کسی هم نیست که جلوش قرار بگیره و بگه نه خیر شما این حق رو ندادید. بنابراین این مناسبت سبب میشه که همراهی و همدلی به وجود نیاد، همبستگی به وجود نیاد، اون تعبیر خاصی که ارسطو و افلاطون به کار می‌بردن، یعنی پولیتیکوس به وجود نیاد، سیاستمداری که کارش اراده امور جامعه بنابر منافع مردمه. ما اونو نداریم، ما دیسپوتس داریم، یعنی کسی که جامعه رو اگر اداره میکنه منفعتی هم به بردگان و مردم میرسه در راستایی نیست که خدمتگزار اونهاست، در راستایی اینه که اونا میخوان بهش خدمت کنن. دقیقا همین مناسبت رو شما در جهان اسلام هم دارید، یعنی وقتی به مناسبات ارباب و بردگی در جهان اسلام اعتراض میکنی، یک مؤمن مسلمان میگه نه شما دقت نفرمودید، بردگی در اسلام خیلی متفاوت از بردگی های دیگره. چرا؟ چون در اسلام به حقوق بردگان سفارش شده، مثلا از همون غذایی که خودتون میل میکنید به برده هم بدید، اگر همون لباسی رو میپوشید شبیه اون رو هم به برده بدید. و واقعا بقیه این نوع استدلال کردن، انسانی رو آزادیش رو ازش بگیرید، اختیارش رو ازش بگیرید، او رو از مناسبات مدنی دور کنید و بگید که بفرمایید ما داریم به این برده قضا میدیم یا لباس میپوشونیم. انسان اگر یه اتومبیل هم میخره سعی میکنه بهترین روغن رو به اون اتومبیل بزنه، بهترین بنزین رو استفاده کنه، اگر میبینه اتومبیلش هم کثیفه کارواش میبره، اما برای این نیست که اون ماشین خوشش بیاد، نه، برای این که من میخوام استفاده کنم از اون. یعنی من هر چقدر به ماشین خودم بهتر برسم، این ماشین به جای اینکه 2 سال برای من کار بکنه 10 سال. این برای نیست که من دلم واسه ماشین سوخته، نه، دلم واسه خودم سوخته. اتفاقا امروز یه بحث بسیار مهم می‌خوایم داشت که این ذهن‌های غیر منطقی کمی به خودشون بیان و بیاندیشن که داستان از کجا خرابه و چطور ما درگیر مفاهیمی میشیم که قادر نیستیم اینها رو تمیز بدیم و بشناسیم. بنابراین اگر من خانه خودم رو از بهترین وسیله ها استفاده می کنم، هر دم او رو نقاشی می کنم، هر بار جلوی پوسیدگی های اون رو می گیرم، به این معنی نیست که من دلم برای خانه سوخته، نه، من دلم برای خودم سوخته، چون این خانه منه، بهره مالکانه برش می برم، بعدنم دارم ازش استفاده می کنم، بعدم خواهم فروخت. نگاه من به این خانه و اتومبیل نگاه ارباب بردگی است، نگاه مالکانه است. در اون مناسبات بردگی هم نگاه مالکانه است، به همین دلیلی که در اسلام برده حق هیچ چیزو نداره. حتی اگر صاحب فرزند هم میشه، حالا مقدمش هم اینه که وقتی میخواد ازدواج کنه باز همون مالک باید اجازه بده که ازدواج کنه. خب مالک هم اجازه میده، میدونید چرا؟ چون فرزند برده هم برده، یعنی یکی از طرق بردگی در اسلام سرایت، حالا در کنار بقیه طرق به برده گرفتن مردم یکیش سرایت. سرایت یعنی چی؟ یعنی اگر پدری برده بود فرزندش هم برده است. خب من اگر یک انسانی رو دارم که برده هست، طبیعیه دوست دارم با یه خانومی که او هم برده هست ازدواج کنم، وقتی صاحب فرزند شدن این پسر جوان هم برده است، یعنی جزء ملک منه، مثل چوپان. یه چوپان چطور دوست داره گوسفنداش زاد و ولد کنه؟ با زاد و ولد گوسفندان خیرش به چوپان میرسه.
چون گوسفندانش از دوتا میشن ست، میشن چارت. پس دل اون شخصی که ارباب هست نسوخته که بگه شما هم برو ازدواج بکن، یک لذتی از زندگی خودت ببر. نه، او به دنبال این که بر تعداد بردگان خودش افزوده بکنه. به این نکات دقت کنید، چون بر ادامه بحث به بحث سیاست همپوشانی خواهیم رسید که خیلی از این نقاط تاریک رو برای ما روشن میکنه. پس یک مسلمان سعی میکنه با ارتکاب مغالطه و خطای ذهنی که در تفکر ما ایجاد میکنه به ما بگه ببینید مناسبات بردگی در اسلام متفاوت از بردگی در جای دیگر است، هرچند اونها هم بردگان رو دوست داشتن. اینگونه نبوده که در یونان هر کسی برده رو بکشه، نه، اون جز مالشه. درست بعضی ها بودن اتلاف مال میکردن، کمون که امروز هم همینه، بعضی از ما مالهای خودمون رو تلف میکنن یا به اشتباه یا عصبانیت یا هر چیز دیگری. در اسلام هم همین، اگر سفارش به نگهداری بردگان شده به این معنی نیست که بردگان داری حقوق هستن، نه، بگه اونها هم رغبت داشته باشن برای شما بهتر کار بکنن. ما حقوق مدنی ندارن، حقوق اجتماعی ندارن، از اون بهره ای ندارن. بنابراین در سیستم های سیاسی هم همین بوده، یعنی افرادی در مقام پادشاه یا خلیفه یا امام بردگانی رو داشتن، مردم رو به چش بردگان نگاه میکردن که جان و مالشون در اختیار ماست، یه جاهایی ما باید به اونا خدمت کنیم، چون از اونها هم بهره میبریم. اگه من پادشاه همه یه رعیت خودم رو بکشم، چطور میتونم در برابر تهاجم کشور دیگه خودم رو حفظ کنم؟ پس من به این مردم نیاز دارم، باید به اونها یه خدمتی بکنم که اونها هم فردا اگر کشور همسایه به من حمله کرد این انگیزه رو داشته باشن که از من دفاع بکنن، وگرنه خب اسلحه رو میزنن پایین و میرن، یا اصلا تعداد نفراتی ندارم که بخوام بسیج بکنم در برابر دیگران. پس بنابراین یک سیاست همپوشانی رخ میده که اون پادشاه یا خلیفه اساسا یا هر حاکم مستبدی یه جایی به مردم هم خدمت میکنه، اما این خدمت برای نیست که اونا رو دوست داره، برای اینکه اینها روزی به کار او خواهند آمد. حالا اینو چرا عرض کردم؟ به خاطر اینکه ما امروزه گاهی بحث ملی‌گرایی که مطرح میشه فراموش میکنیم در برخی از این مناسبات اساسا ملی‌گرایی معنا نداره. ما به خطا فکر میکنیم که خلفا ملی‌گرا بودن، ما به خطا فکر میکنیم که خلفا امتگرا بودن، پادشاهان ملی‌گرا بودن. اساسا ملی‌گرایی در مناسبات استبدادی جا نمیگیره. ملی‌گرایی در درون یک تفکری است که مشارکت و همبستگی معنا داره، یعنی حاکم خودش رو مثل مردم بدونه، اگه مردم موفق شدن موفقیت او باشه، اگر حاکم یک کشوری کاری کرده مردم او رو از خودشون بدونه، حتی اگه خطا کرده باشه بگن اشکال نداره چون با ما هست، از یک طیفیم، ما هم اشتباه میکنیم، خب حاکم ما هم اشتباه کرد، میبخشیمش، باش کار میکنیم. در نظام های استبدادی به دلیل اینکه همگرایی وجود نداره، همدلی وجود نداره، دائم دستخوش توطئه ها هستن، دستخوش انقلاب ها هستن. انقلاب ها زمانی رخ میده که مردم احساس کنن حکومت با اونا نیست، کار خودش رو داره انجام میده، به منافع خودش نگاه میکنه، به منافع ما نگاه نمیکنه، ما رو به هیچ میاره، همدل نیست با ما، ما در چشمش مثل یه خار میمونیم. منتها ما یاد نگرفتیم مثلا ملی‌گرایی یعنی چی. هر کسی شعار ملی‌گرایی داد میشه ملی‌گرا. در کشور ما خیلی داعیه دار ملی‌گرایی وجود داره. زمانی روشنفکران عصر مشروطه صحبت از ناسیونالیسم میکردن، ملی‌گرایی میکردن، و معتقد بودن که این پادشاهان قاجار ملی‌گرا نیستن، که اینها یا گوش به حرف انگلستان دارن میدن یا در خدمت روسیه هستن.
به تنها چیزی که اهمیت نمیده منافع ملی ماست. ناصرالدین شاه میاد یه قسمتی رو میبخشه به آی رویتر، یه قسمت رو میبخشه به بانک استقرازی روس، یه قسمت رو میبخشه به بانک شاهنشاهی انگلستان. روشنفکران آمدن و گفتن خب این مناسباتی مبتنی بر ملی گرایی نیست، فرقه گرایی است. یه پادشاهی هست با دوروبری های خودش، هر کجا رو بدونه میفروشه، هر کجا رو بدونه برای خودش تصاحب میکنه. بعد ها دوباره ملی گرایی ایجاد شد در زمان پهلوی، اون هم ملی گرایی عامرانه، آقا هر چی من میگم ملی گرایی است، بقیه مردم نقشی ندارن در ملی گرایی، هر چی کار خوبه مال من، هر کاری که درست بوده من انجام دادم، مردم نقشی ندارن، همدلی نیست. حالا برای اینکه من این مطلب رو باز از خودم نگم، چون این دوستان پادشاهی خواه ما غالبا هم اهل خوندن کتاب ها نیستن، اما تا یک نقدی میشنوند میگن که فلانی داره یه حرکتی انجام میده که فلانی رو تخریب کنه. ببینیم آقای دکتر داریوش همایون در کتاب دیروز و فردا چه میگه. یکی از انسانها و رجل استخواندار عصر پهلوی، از مؤسسین حزب مشروطه و انسانیست دارای دانش، از اون شخصیت های استخوانداری که متاسفانه الان کم پیدا میشه. کتابی داره به نام دیروز و فردا، چند کتاب هم داره، 100 سال کشاکش با تجدد و مصاحبه های متعدد او. در این بخش به یه مسئله اشاره میکنه که خیلی جالبه، یعنی اون حس همدلی رو میخوایم در اینجا نگاه بکنیم. ایشون در این کتاب که داره آسیب شناسی میکنه، در واقع هدف ما از خوندن این کتاب ها اینه که ببینیم اشکال کار کجا بوده، جلوی اون اشکال رو بگیریم. رو پوشاندن بیماری نمیشه کار رو حل کرد. مثل که شما برید نزد پزشک به شما کجاتون درد میکنه، شما بگید هیچ، آقای دکتر همه جام سالمه. خب این دکتر چطور میتونه بیماری شما تشخیص بده؟ شما باید اول بگید آقا معده‌ام درد میکنه، بعد دکتر سوال بعدی رو میپرسه، آرام آرام ریشه بیماری ها رو تشخیص میده و درمان میکنه. استبدادیون مثل اون مریضی هستن که میگن نه خیر همه چیمون خوبه، آی دکتر ما همه چیمون خوبه. میگیم آقا حالت اینجوریه، نزاری، بیحالی، رنگ روت رفته؟ میگه نه ما همه چیمون خوبه. شما در جمهوری اسلامی نگاه بکنید همه چیشون خوبه. بعد میگه خب این مردم کیان تو خیابون، این مطالبات چیه، این همه مشکلات اقتصادی از کجاست، ای جامعه سالم مگه اینجوریه؟ آقا ما جامعه سالم هم دیدیم، چرا تو کشورهای دیگه مردم هر روز تو خیابون نیستن؟ چرا تو کشورهای دیگه اینقدر فقر وجود نداره، اینقدر بدبختی و نکبت وجود نداره، مگر در کشورهایی که مثل شما؟ به جای اینکه بیماریتون رو نشان بدید بگید آقا اینجامون درد میکنه، چهار تا دکتر بیان متخصص بیان درمانتون کنن، میگید نه خیر همه چیمون خوبه رو روالی. در گذشتم داستان همین بوده، هنوز هم مدافعان همان طرز تفکر دارن میگن همه چیمون خوب بوده، گوشی زده بود زیر دل یه عده‌ای. خب حالا ببین آقای دکتر داریوش همایون چه میگه. حالا ایشون هم چپول هم نیست، یعنی آدمی که مربوط به خودش پروژه هم نیست، البته ایشون آدم بسیار محترمی که واقعا حیفه، کاش امروز این افراد زنده بودن و میشد با اینها دو کلام صحبت کرد. مداهی و مجیزگویی و اینها در این افراد وجود نداشت. هرچند خود آقای دکتر داریوش همایون هم گاهی به اشتباهات خودش اعتراف میکنه، در فضایی که میگفت شاید مناسبات ما به نحوی بود که نتونستیم اونجور که باید و شاید دستگاه رو متنبه بکنیم که آقا کارتون داره خطاه، این خطر وجود داره. ایشون میگه رهبری سیاسی، منظورش شاه سابق، پیوسته میخواست در مرکز توجهات باشه و امتیاز همه پیشرفت‌ها و ابتکارات مثبت را به خود اختصاص دهد. بعد ادامه میده، یک مقاله که درباره رابطه حزب و دولت برای مجله ارگان حزب رستاخیز نوشته شده بود، دو بار توسط نخست وزیر
از مجله به دفتر شاه برده شد تا هر اشاره‌ای به مشارکت مردم در فراگرد تصمیم گیری شخصاً حذف کن. در صفحه 20. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اصلا مردم کاری نیستن، نمیشه به اونها تکیه کرد که در تصمیم گیری ها شرکت کنن، نه اینکه اصلا این پیروزی ها باید به نام مردم نوشته باشه، پیروزی ها باید به نام من باشه. شکستاش البته برای مردمه، ولی پیروزیاش باید به نام من باشه. خب این همدلی نیست. شما در درون یه خانواده، درد پدر درد همه است، درد فرزند درد همه است. دقیقا پیروزیش مال یه پسر نیست شکستاش مال بقیه باشه، نه. در یک سیستم سیاسی موفقیت مال همه افراده. به همین دلیلی که ما در مباحث مربوط به توسعه سیاسی به نقش سگانه حکومت، نخبگان و مردم توجه میکنیم، یعنی همه باید سوار قطار توسعه بشن. شما نمیتونید اونا رو پیاده کنید بگید من خودم این راه رو میرم، نشدنیست. این اشتباهی بود که انجام شد، هنوز هم در حال انجام شدنه، و اگر فردا هم اینها آسیب شناسی نشه، باز هم این قطار توسعه کشور ما به جاده خاکی میره، از ریل خارج میشه. این سیاست که من همه کار هستم همدلانه نیست، همون تفکر استبدادی است. مردم اصلا کاری نیست. اگر پیروز شدیم یه رهبر داشتیم این کار رو کرد، اگر شکست خوردیم مردم هم. بنابراین بسیار پر اهمیته که ما یاد بگیریم در مناسبات استبدادی همدلی وجود نداره، مشارکت وجود نداره. حالا چرا اینا مهمه؟ بحث ملی‌گرایی که مطرح میکنه، ببین امروز هم حالا روزهای اخیر یه جایزه داده شد در صلح نوبل به خانم محمدی، بسیار هم عالی. مسئله بر سر اینه که وقتی این جایزه تبدیل بشه به موفقیت یک گروهی، مشکلات بزرگی ایجاد. یعنی کسی حق نداره بگه موفقیت این جایزه مال این خانوم، خانوادهش و طیف ایشون. نه، درست اونها سهم زیادی داشتن، اما یادمون نره در این جایزه نقش جنبش مردم در زن زندگی آزادی بسیار برجسته است. این جنبش مردم در خیابان بوده که جامعه جهانی رو متوجه ایران کرد، از دل جامعه ایرانی به یک شخص بنابر معیارهای خاص خودشون یه جایزه داد. اگر ما ملی گرا هستیم، این جایزه متعلق به همه ایرانیان از هر طیفی، فرق نمی کنه، چه پادشاهی خواهش باشه، چه چپیش باشه، چه بالایی باشه، چه پایینی باشه، چه زن باشه، چه مرد باشه. اما من سلیمانی اگه فکر کنم جایزه صلح نوبل رو بردم مال خودمه، خطا کردم. تو دوربین های جهانی زمانی رو به سمت ایران آمده که این جنبش به حرکت درآمد. اخیراً جایزه ساخاروف رو به خانواده مهسا امینی عزیز دادن. خب در جمهوری اسلامی خیلی از بانوان کشته شدن، کشته می شوند، بله. اما یک قتل حکومتی یک حرکت اجتماعی به راه داره. اگر مردم به خاطر قتل حکومتی خانم مهسا امینی به خیابان ها نمی آمدن، اعتراض نمی کردن، شاید نام خانم مهسا امینی هم پر آوازه نمی شد. ما آیا این جایزه فقط محدود به خانواده ایشونه؟ به هیچ عنوان. این جایزه مربوط به ملت مبارز ایرانه، نه اونهایی که حکومتی هستن، نه اونهایی که برای حقوق زنان مبارزه، برای دموکراسی مبارزه، برای حقوق بشر مبارزه. خانواده مهسا امینی
علاوه بر محصا، محصاهای دیگر هم داره که در خیابانه. بنابراین هم اونها باید این جایزه رو تقدیم به ملت مبارز بکنن و همون ملت مبارز اگر ملیگرا هستن باید این جایزه رو بپذیرن، قبول کنن، حالا از هر طیفی با هر گرایشی فکری باشه. مشکل ما در اینجاست که صحبت از ملیگرایی میکنیم اما حرفمون فرقه گرایی است. یعنی سلیمانی اگر رئیس حزب الفه جایزه رو دادن به یک نماینده حزب ب، میگه ارزشی نداره این جایزه. ببینید پشت پرده چه رایزنی هایی کردن، چه پول هایی دادن. من اینا رو میبینم و نه از مردم عادی. شما در صفحات اجتماعی و توییتری بعضی از این دوستان نگاه بکنید، یکی اون رو تبدیل میکنه به آب نبات، یکی تبدیل میکنه به نمیدونم جایزه بگیری، یکی تبدیل میکنه به دیگری. هر کسی هم که بیاد و این جایزه رو تقدیم کنه به یه طیفی، بگه بله آقای فلانی و خانم فلانی اینا، او هم اشتباه میکنه. هزاران نرگس محمدی ها به زندان های استبداد رفت. ما آن چیزی که سبب میشه دوربین های جهانی به سمت ایران بره، اونایی هم که تو خیابونن، اونایی که دارن مبارزه میکنن، بخشی از موفقیت در جبهه جنگ به فرماندهان برمیگرده، بخشیش به سربازان برمیگرده، بخشیش به طراحان برمیگرده، بخشیش به اون مردمی برمیگرده که با پول خودشون مالیات میدن. یعنی یادم هست، خب نوجوان بودیم اون زمان، زمان جنگ ایران و عراق، کودکی 5-6 ساله بودیم، زنانی بودن سعی میکردن یک لباس گرم مثلا ببافن با کاموا، اینو بفرستن به جبهه جنگ. خب اون زنی که در خانه خودش نشسته و مشغول این کاره، میخواد پیراهن گرمی برای اون سرباز در میدان جنگ بسازه. حالا جنگ تمام شد، بگیم آقا ما جنگیدیم، ما بودیم اونجا. بله درسته، شما در خط مقدم بودید، بسیار هم عالی. اما زحمت اون زنانی که بسته به توان خودشون دست به این اقدام میزنن نباید نادیده بگیرید. من یه بار تو همین برنامه عرض کردم، گفتم اگه روزی آمد و سلیمانی گفت آقا کسی اصلا روشنگری نکرد که من بودم فقط، این خیانت به اون مردمه. من ملیگرا نیستم، من فرقه گرام، موفقیت مال خودم، کاری ندارم میخواد به کسی بر بخوره یا نخوره. ما ملیگرایی فرقه گرایی نیست. فرقه گرا کسی است با هر عنوانی، دکتر، مهندس، هر کسی است، روشن فکره. موفقیت یک سرزمین به همه افراد بستگی داره، همه جناهای فکری بستگی داره. جوری در این فضا صحبت از چپ میکنن این طیف پادشاهی ها که شما تعجب میکنید. بسیاری از سیاست هایی که محمد رضا شاه پیگیری کرد چپ بود، بسیار هم عالی بود. اصلاحات ارضی از کجا آمد؟ یه اندیشه هایی بود که در گذشته از طیف چپ برآمده بود. حالا درسته که امریکا و کشورهای دیگه هم سعی کردن دستگاه رو تحت فشار بذارن که شما این اصلاحات انجام بده. انتخاب زنان، حقوق زنان، شما برید نگاه کنید اکثر کشورهایی که پیشگام بودن در حقوق زنان کشورهای چپ بودن. شاه ایران همین سیاست اجرا کرد، بسیار هم عالی. پس بخشی از اندیشه های گروه های مختلف رو ما وقتی میبینیم خوبه وام میگیریم، استفاده میکنیم. ما وقتی فرقه گرا هستی، همه چیز جهان غرب بده، همه چیز غیر اسلامی بده. در جهان اسلام همین نمیاندیشن که این کلام و این ادعا از درستی برخورداره یا خیر. میگن نه یهودیه، بذاریش کنار. جلو مسیحیانه، ما نمیخوایم. در جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید، هیچ طرحی که از جای دیگری بیاد همش به عنوان این نیست که ما با تساهل اون رو بپذیریم. خب این در اون زمان، در زمان رضا شاه وجود داشت. یه ملیگرایی جبهه ملی بود،
جبهه ملی هم معتقد بود ما ملیگرا هستیم، هیچ کس دیگه ملیگرا نیست، همه خائنن، همه فلانن، ما ملیگرا هستیم. جبهه ملی همه دست پروردی اجنبی هن، همه جای دیگری کار میکنن، ما ملیگرا هستیم. بعد ها جمهوری اسلامی از دل این مسائل مدعی ملیگرایی شد. این دیگه از اون نکات طنز روزگار، اساس اسلام که با ملیت در تضاده، چون اسلام امت محوره، ملت محور نیست، چون اساسش هم همینه. اینها مدعی ملیگرایی شدن، ما به منافع ملی فکر میکنیم، ما سرحدات رو حفظ کردیم، ما پاسدار ایرانیان و حقوقشون هستیم. امروز هم یه گروه دیگه مدعی ملیگرایی هست. بعد نگاه میکنید ببینید تمام اندیشاش و فرقه گرایی است. منظورشون از ملت فقط یه عده خاصه، یه فرقه خاصی است، یه گروه خاصی است، بقیه اصلا جزء ملت نیست. چرا؟ چون اندیشه هاشون مخالف ماست، ارزش هاشون مخالف ماست. شما به امریکا نگاه بکنید، به فرانسه نگاه بکنید، آیا همه مردم ارزش ها و باورها و عقایدشون یکیه؟ الان در آلمان مثلا سوسیالیست ندارید، کمونیست ندارید، مسیحی ندارید. کجا در آلمان برمیگردن و میگن که شما ملی نیستید، فقط ما حزب خاصی ملی هستیم. در فرانسه حزب سوسیالیست وجود داره، حزب هواداران ملی وجود داره، احزاب مختلف کارگری وجود دارن. کی میاد بگه که شما ملی نیستید، ما هستیم؟ بدبختی ما اینه که این گروهی که این صحبت ها رو هم میکنن 40-50 سال تو خارج از ایران زندگی میکنن. اگر روزی یک مطلب یاد گرفته بودن از نظام سیاسی و اجتماعی امریکا و فرانسه و اینا، ما این مشکلات رو نداشتیم. و این فرقه گرایی ها رو باید کنار گذاشت. این جایزه مطلب همه مردم مبارز ایران، کسانی که در برابر استبداد دینی در حال مبارزه، چه کسی که روشنگری میکنه، چه کسی که فعالیت میدانی میکنه، چه کسی که حقوق بشری کار میکنه، همه، هر کس به اندازه‌ای سخت داره. از اون طرف هم نباید تلاش های افراد رو جناح بندی کرد. من الان دیدم فضا به نحوی شده که زندانیان هم فرقی شدن. مثلا این زندانی اگر هم طیف فکری ماه مبارزه، اون زندانی که هم طیف ما نیست نه. دیدید با تلفن صحبت میکنه با خانم فلانی، چرا ما نمیتونیم؟ اون یکی دیدی زندانی رو بردن، مرخصی بهش دادن، چرا مال ما رو ندادن؟ واقع خجالت آوره این نوع تفکر. جوامع توسعه یافته سیاسی برای یک سربازشون، برای یک انسان سیاسیشون که کشته میشه، همه متحد میشن. در جامعه ما همه فرقه‌ای میشن. یه تعریفی ما باید از این مفاهیم بدیم. اینو عرض کنم، در یونان باستان خب میدانید سقراط یک شخصیتی است که از خودش آثاری به جا نذاشته. آنچه که بیشتر از او نقل هست، جدا از اون نگاه تاریخ نگاران، بیشتر مفاهیم اندیشه های او را افلاطون در کتاب های خودش، در رساله های خودش آورده. کار سقراط این بود که مفاهیمی که در درون اون جامعه وجود داشت و کسانی مدعی بودند ما اون مؤلفه ها و مفاهیم رو میفهمیم، به پرسش بگیره. مثلا در رساله لاشز یا لاخز، سقراط سعی میکنه در برابر یک شخصی که نظامیه و مدعیه که فهم درستی از مفهوم شجاعت داره، قرار بگیر او رو مورد پرسش قرار بده که منظور تو از شجاعت چیه؟ و انقدر میپرسه تا اون جنگجو یا اون فرمانده نظامی بفهمه که او درک درستی از شجاعت نداره. و اگر تا الان فکر میکرد که شجاعت رو او میفهمه، نه، او نمیفهمه. یا در رساله اوتوفرون، بحثش بر سر دینداری است.
کسانی که مدعیان ما فهم خودروسی از خدا داریم، از قدرت او داریم، از اوصاف او داریم. سقراط از اونا پرسش میکنه، در واقع به شکل گفتگو و محاوره هست این رساله ها، تا نشان بده که آیا طرف مقابل که صحبت از این میکنه که من خدا رو میشناسم، معرفت دارم نسبت به خدا، واقعا معرفت داره یا صحبت های او دچار مشکله، مقدمات و نتایجش با هم سازگار نیست، با هم نمیخونه. چگونه ما این مؤلفه ها رو باید بفهمیم؟ این مفاهیم در اون زمان مهم بودن. مثلا رساله فدروس در مورد عشق، ما عشق رو میفهمیم؟ اینا مفاهیمی هستن که به نظر ما خیلی بدیهی هن، ما اصلا با اینا راحت کار کردیم. بله من میدونم عشق چیه، من میفهمم عشق چیه، واقعا عشق رو میفهمیم؟ یا در مورد خیشتنداری در رساله خارمیدس، خیشتنداری چیه، فروتنی چیه، ما به کی میگیم انسان فروتن مناعت طبع داره؟ در واقع سراسر این رساله های افلاطون از زبان سقراط، ولی خب گاهی خودشه، سعی میکنه اون مؤلفه هایی که بدیهی دانسته میشدن رو به بازی بگیره، ببینه که آیا این شخصی که جلوش نشسته واقعا این مدعیات رو که او معتقده دارن داره. امروز هم وظیفه ما همینه که دو سه تا از این ملیگراها رو بیاریم از هر طیفایی، ببینیم واقعا ملیگرا هستن یا نه. اگه صحبت از منافع ملی میکنید، این منافع ملی چیه؟ من یک بار اشاره کردم این تعبیر آقای جان استوارت میل رو، که شما وقتی آزادی بیان رو در جامعه میگیرید، از نسل فعلی دارید دزدی میکنید، سرقت میکنید. چی رو میدزدیم؟ اندیشه رو. یعنی وقتی من سلیمانی به عنوان یک مستبد آزادی بیان رو بگیرم، بگم شما حق ندارید حرف بزنید، این باعث میشه که یک گزاره‌ای که ممکنه در ذهن اونها باشه و درست باشه دیگه به سطح جامعه نیاد، چون او اجازه بیان نداره، حذفش کردن. از قبل حذف اندیشه او، افرادی که ممکنه با شنیدن اون حرف به فکر فرو برن، مجاب بشن که آقا این نظر درسته، از اون محروم بشن. امروز منافع ملی در کشورهای دیگر جذب سرمایه های فکری هم هست یا نیست؟ قطعاً هست، در گذشته هم بوده. وقتی پادشاهان قاجار و پهلوی افراد رو میفرستادن در خارج که شما برید مهندسی یاد بگیرید، شیمی یاد بگیرید، اسلحه سازی یاد بگیرید، خلبانی یاد بگیرید، به فکر منافع ملی بودن یا نبودن؟ بله بودن. چرا؟ چون منفعت ملی ما در اینه که ما صنعتگری داشته باشیم، مهندس داشته باشیم، بتونن جامعه ما رو، شهرسازی ما رو، جاده سازی ما رو، اینا رو انجام بدن. ما که خودمون نمیتونیم. ما جاده، شهر، مدرسه، اینا نیاز ماست. شما مدرسه بسازی معلم نداشته باشی، خب به در چی میخوره؟ معلم باید بره در کشورهای دیگری یاد بگیره، طریقه علم رو یاد بگیره، طریقه انتقال اون رو یاد بگیره، تجربیات اداری کلاس رو یاد بگیره. یک نظامی وقتی میخواد کشور رو حفظ کنه چیکار باید بکنه؟ باید بره از کشورهایی که این صنایع رو داشتن یاد بگیره، مطالبش رو، دانشش رو، فنش رو، و بعد برگرده به کار. بله بسیار هم عالی. اما مشکل میدید در کجاست؟ مشکل در جاییست که این منافع ملی گزینشیست. در کجا گزینشیه؟ در جایی که ما روشنفکران رو حذف کنیم، اندیشمندان رو حذف کنیم، بگیم کتابهایی منتشر کنید که من دوست دارم، بقیه رو با اون اداره سانسور جلوش رو بگیرید. در نهایت چه میشه به نظر شما؟ جامعه از تولید اندیشه باز میمونه.
شما بذاری سلیمانی امیری حرفش رو بزنه، اگه حرفش خطاست شما که معتقدید دلایل قوی تری دارید میتونید اون دلایل زیر سوال ببرید. سلیمانی 10 تا حرف زدی، از این 10 تا حرف 9 تاش غلط بوده، بفرمایید این ادله ما. ما اجازه نمیدیم. در نتیجه جامعه رو از یک سرمایه فکری محروم میکنیم. یه اندیشمند که همه حرفاش غلط نیست، بخشیش میتونه درست باشه. جدای از این، از بعد روانشناختی در درون جامعه، جامعه میفهمه همه دارن حرفشون رو میزنن، دیدگاهاشون رو دارن، دیگه نمیره کار زیرزمینی بکنه. یکی از کارویژهای احزاب، نکته خیلی جالبی سای جورج لاو این مسئله رو خیلی جالب عنوان کرده، میگه شما اگر نگاه کنید در دموکراسی ها به احزابی که بعضا قبولشون هم ندارن اجازه فعالیت میدن، مثلا تو امریکا حزب کمونیست وجود داره، ما محبوبیت پیدا نمیکنه. دلیل میدونید چیه؟ دلیل اینه که مانع از این بشن که اینها برن فعالیت زیرزمینی بکنن. میگه شما بیا حرفتو بزن. ما از اون طرف هم ما متخصصان داریم، نخبگان داریم، اندیشمندان داریم، به راحتی جواب شما رو میدن. ترسی نداریم که. ترس رو کسی داره که دلیل نداره. جلوی سلیمانی نمیتونیم زنگ بزنیم به مدیر شبکه بگیم آقا جلوشو بگیر. زنگ بزنیم به فلانی بگیم نظر صحبت. زنگ بزنیم به وزارت ارشاد بگیم این مجلهشو حذف کن، درشو ببند. اگه دلیل دارید خب تشریف بیارید، در خدمت شما هستیم. پس منافع ملی در سر این است که ما همه اندیشه ها رو بشنویم، بهترینش رو اختیار بود، با همه کشورها به شکل مساوی نگاه بکنیم، هر کدوم میتونن منافع ملی ما رو تامین کنن بریم. نه، چین و روسیه کلن بدن، چپن، ما باید بریم به طرف. حالا اون گروه میاد میگه اینا استکبارن، جانیان، هیروشیما را انداختن، ما بریم به طرف اون. حالا بهشون میگه آقا جان این منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما بتونیم با همه کشورها رابطه مستقیم داشته باشیم، رابطه خوب داشته باشیم. حالا برخی ها رو که در برخی زمین ها برجسته هستن رو بیشتر میپذیریم، اون چیزایی رو که اینا به ما نمیدن یا ما مشکل دارن میریم سراغ کشورهای دیگه. وقتی نگاه غیر منافع ملیه، فرقه ایه، بر اساس اون ایدئولوژیمون تصمیم میگیریم، چون دوست و دشمن در فرقه بر اساس منافع ملی و چیز نیست، بر اساس ایدئولوژیک فرقه ایه. اون چیزی که ما داریم تاوانش رو میدیم همین است. بنابراین بسیار اهمیت داره وقتی کلماتی رو به کار میبریم این کلمات چه باری داره، اصلا ما اون رو شناختیم؟ چون اگه نشناسیم همون طرح رو پیاده میکنیم، بعد متوجه میشیم که بر خطا رفتیم. از دل این همه گروه هایی که صحبت از ملیگرایی میکنن، واقعا کی ملیگراه؟ اگر یک شاخصی اصلیش اینه که کسی که گروه های دیگر رو حذف میکنه ملیگرا نیست، فرقه‌گراست. کسی که رسمیتی برای اندیشه های دیگر نمیشناسه ملیگرا نیست. ملیگرایی به این نیست که همه یک تفکر رو قبول داشته باشید، نه خیر. اما ملیگرایی اینه که به هر کسی که مخالف تو بود انگ اجنبی بودن نزنی، ننگ در خدمت دیگران بودن نزنی. حالا وقتی به خود اون گروه ها نگاه میکنی اوضاعشون خیلی بدتر از این حرف هاست. جمهوری اسلامی صحبت ملیگرایی میکنه، به تنها چیزی که اهمیت نمیده ملیه. چرا؟ چون ببینه که اون روسیه چه بهش پیشنهاد میده اون انجام میده. منابع ملی کشور رو در اختیار چین قرار بده. تو کجا ملی گرایی؟ تو که همه چیز رو به اونا دادی. تو اونا حمایت میکنن برای رژیم. رژیم بمون. در گذشته هم همین. به جای که به مردم تکیه بکنیم، نگاه میکنیم آقای پارسونز چی میگه؟ آقای سلیوان چی میگه؟ آقا من بمونم یا برم؟ اونا گفتن نه خیر، شما بفرمایید برو. شما چمدونشو جمع کرد رفت. هم به همین سادگی. اینا ملی گرایی نیست. طرح آینده ای ایران
باید یک همدلی و همبستگی میان حاکمان و مردم باشه، بین تمام احزاب و گروه ها باشه. کدوم یک از این احزاب در اروپا یا جاهای دیگه منافع کشورهای دیگر رو به منافع کشور خودشون ترجیح میدن؟ یه نمونه میتونید به ما بگید؟ رشد بسیاری از این کشورها حاصل همین تضارب آرای احزابه، گروه های مختلفه، با هم مشارکت میکنن، به شدیدترین وجه هم همدیگر رو نقد میکنن. ما جایی که کشورشون در خطر قرار داره، همه در یه راست هست. وای من در این فضا وقتی میبینم برای علیه دیگران صحبت هایی میشه، با همون استدلال اونها به جنگشون میده. میگه آقا شما که به این خانم همچین حرفی میزنی یادتون باشه، شما خودتون وضعیت بهتری ندارید. یه در منطق این توضیح رو بدم و بعد برگردم سر اصل داستان. یه مفهومی داره به نام جدل منطقی. جدل منطقی یعنی که شما با پیش‌فرض‌های مورد قبول طرف مقابلتون بتونید بر او غلبه بکنید، او رو محکوم کنید. یعنی وقتی طرف حرفی میزنه بر اساس یک سری مدعیات و منطق، شما بگید خب خود شما هم که همین هستید. پس حکمی که در مورد دیگری میدی در مورد خودم صادقه، به قد و قواره خودت هم میخوره. بنابراین سعی کنیم یک بار برای همیشه منافع ملیمون رو بازتعریف کنیم، ملیگرایی رو بازتعریف کنیم. و امروز خیلی اهمیت داره که ملیگرایی آنقدر برای ما موسع باشه که همه طیف ها با آزادی اندیشه، بیان، اعتقادات دینی، غیر دینی رو بپذیریم. یه ده میگن آقا این مسلمون ها رو نگاه کنید چقدر خشن هستن، فلان هستن، اینا چه نسبتی با ملیگرایی دارن؟ درست میگه، اینا با ملیگرایی نسبت ندارن. اسلام با ملیگرایی نسبت نداره. چرا؟ چون زرتشتی ها جز اونا نیستن، حقوق یکسان نداره، جز اون امت نیستن، بهاییان جز اونا نیستن، یهودیان نیستن، اونا به گروه خودشون باور دارن. اونا فقط همین مشکل رو مسلمان ها دارن، اسلام داره. میبینیم نه، برخی احزاب و گروه ها و فرقه ها همین مشکل رو دارن. خب بنابراین هیوم اشاره میکرد، آی دیوید هیوم، که اساس مناسبات استبدادی بر زور و غلبه هست. اما یه نکته دیگری هم دیوید هیوم اشاره میکنه، با آن این که اگر این نظام ها ماندگار شدن، یعنی اون مشروعیت سنتی که محل بحث ما هست، در آینده به ولایت فقیه هم خواهیم رسید، در آسیا به نوبت به ولایت فقیه هم خواهیم رسید و نشان خواهیم داد که آن مشروعیت سنتی هم تا چه اندازه غیر عقلایی و غیر متناسب با وضعیت امروز. اما دیوید هیوم اشاره میکنه که مردم بنابر ضرورت اون زور و غلبه رو پذیرفتن و این رو نباید به معنای قرارداد اجتماعی و رضایت بگیرید. ببینید سالها قبل مطهری کتابهایی می نوشت در مورد اینکه ببینید اسلام، خدمات متقابل اسلام و ایران و این داستانها، و اینکه ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن. یه جاهایی البته مقاومتهایی شد، اما کلن مردم ایران اسلام رو دوست داشتن، پذیرفتن. واقعا این حرفش درسته؟ یا اینکه این سخن دیوید هیوم درسته که مردم بنابر ضرورت یک مسئله ای رو میپذیرن؟ ما بهش میگیم تحمل. تحمل یعنی اینکه شما در برابر کسی قرار دارید که عقاید شما رو نمیپذیره، قدرت فائقه هم داره، اما شما سکوت میکنید، تن میدید به اون وضعیت. ما به این نمیگیم رضایت، به میگیم تحمل. این مفاهیم تساهل، تسامح، تحمل، هر کدوم بار معنایی دارن. اما این آخوندها سعی کردن به ما نشان بدن که آن تحملی که ما می کردیم ناشی از رضایت ما بوده. نخیر، ما رضایت نداشتیم. همین دلیلی که در تاریخ ایران نگاه بکنید، هر زمان مردم ایران احساس کردن حکومت مرکزی درگیر پدیده‌ای هست، اونا قیام کردن. حتی گاهی در طبرستان و جاهای دیگه از افرادی استفاده کردن که بر علیه حکومت مرکزی بشورن. و چه رقابتی بوده، چه علاقه‌ای بوده،
چه رضایتی بوده؟ شما فرض کنید سپاه مغول حمله کرده، اخبار به شهر ما رسیده که مثلا در شهر نیشابور 100,000 نفر از مردم شهر رو کشتن. چرا؟ چون مقاومت کردن. بنابراین ما قبل از اینکه اونا برسن ترجیح میدادیم تسلیم بشیم. این تسلیم شدن نشان رضایت نبود، نشانه تن دادن به توحش بود. شما در تاریخ اسلام یکی یکی اینها رو میخونید، جهادگران اسلامی مثلا به مناطق خراسان که میرسیدن، جنایت اونها به نحوی بود که مردم میپذیرفتن. چهره شاخصشون عبدالله ابن عامر ابن کریزه. برای اینکه دیگران تنبیه بشن مردم یه شهری رو به شدت میکشت، این خبر به جای دیگه میرسید. خب اونا میگفتن که خب وقتی مقاومت بکنیم سرنوشت ما اونجوری میشه، خب طبیعیه بپذیریم صلح و بپذیریم جزیه بدیم، در نهایت هم یه شهادتین میگیم، جان خودمون و فرزندانمون و اموالمون حفظه. اما یه ایدئولوگ آخوند مسلمان میاد این رو با وارون نمایی منطقی به ما نشان میده که ببینید درسته که یه سری جاها جنگ هایی شد، اما بقیه مردم با رضایت اسلام پذیرفتن. نه خیر، با تحمل پذیرفتن، چون میدونستن مقاومت بکنن سرنوشت آن بیچارگانی که در اون شهرها تصرفشون کردید، اونا رو برده کردید و کنیز گرفتید، نصیبشون میشه. بنابراین وقتی دیوید هیوم صحبت از این میکنه که این سلسله های خشونتبار زمانی که آمدن و بعد ادامه دار شدن و مردم پذیرفتنشون، حاصل یک ضرورته و اونم حفظ جانه، حفظ ماله و مسئله از این دست. خب به بحث امروز اصلا نرسیدیم، حاشیه‌ای بود که من فکر میکنم اهمیت داشت که این رو عرض کنیم. متن مربوط به منسر اولسون و دیگران رو در نوبت بعد عرض خواهیم کرد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز تا برنامه روز پنجشنبه که بتونیم در خدمت شما باشیم. موفق و پیروز باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا.